مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی یک سخنرانی در مقر اصلی پارلمان اروپا در بروکسل که به ریاست نایب رئیس پارلمان اروپا دکتر ویدال کوادراس و با شرکت شماری از برجسته ترین نمایندگان پارلمان اروپا از گروه های مختلف پارلمانی و همچنین اعضای برجسته مجلسین انگلستان تشکیل شد، با ارائه حکم تاریخی دادگاه استیناف انگلستان گفت: اکنون زمان آن است که اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستیش حذف کند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت برچسب تروریستی انگلیس که دادگاه آن را غیرقانونی اعلام کرد مبنای حقوقی نامگذاری مجاهدین در اتحادیه اروپا بود. بنابراین امروز نگه داشتن مجاهدین در لیست به طور مضاعف غیرقانونی است. من از ریاست اتحادیه اروپا می خواهم به طور علنی اعلام کند سازمان مجاهدین دیگر در لیست تروریستی اتحادیه اروپا نیست. رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به حمله موشکی رژیم به شهر اشرف گفت رژیم آخوندها در یک تعرض آشکار جنگی شهر اشرف را با موشک‌های گراد هدف حمله قرار داد. هدف قرار دادن قرارگاه اشرف که ساکنانش افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو هستند، نقض آشکار حقوق بین الملل، حقوق انسان دوستانه بین المللی و کنوانسیون های ژنو است و یک جنایت آشکار جنگی محسوب می شود. خانم رجوی بر ضرورت خلعیت از رژیم آخوندی در عراق و تعطیل سفارت آخوندها در بغداد تأکید کرد.